چرا اسم میشه؟ امتحان عصری من یه جوری خوبی حل کردمش برای اونایی که نمیتونن بیان. امتحان رو کوتاه کردم، 2 ساعت کردم که همتون بتونین بیان. 106 انداختیم. خوبه؟ حالا آسون شد. انقدر آسون شد که من خودم خوشم نمیاد از امتحان. در نتیجه با خوشحالی بیان سر امتحان، یکی 10 بگیرین خوبه، قبول میشین. 6 بیان برق 1 و 2. جای کلاس بزرگ گیر نیوردم، گفتم 2 تا کلاس بندازیم فرق نمیکنه. برق 1 و 2 نصفتون بریم برق 1، نصفی بریم برق 2. شلوغ پلوغ نکنین دیگه ها، خودتون ساعت 6 برین تقسیم شین به دو گروه. این هم از جزوه بازه، کتاب بازه، همه چی باز. آسونه امتحان، اصلا نمیخواد بگی بخونه. بس من خودم هم پشیمون شدم از این امتحانه، گفتم اب نداره حال بز بچه ها خوشحال شد. شروع کنیم. آقایی که دیر اومدی گوش بده دیگه. شکنی درس خیلی مهمی رو 2 جلسه شروع کردیم. اون چیه؟ این امپلیفایرهای عالی که میسازیم میخواییم بذاریمشون تو حلقه فیدبک. دیدیم بلا استثناء امپلیفایرهای پرکتیکار، حالا تقریبا بلا استثناء تو حلقه فیدبک قرار میگیرن. چیه؟ ناپایدار میشن، چون بیشتر از 2-3 تا قطب دارن. این باعث میشه چیه؟ غالباً ناپایدارشن. گفتیم پایدارشون کنیم ها، توی حلقه فیدبک اومدیم یاد گرفتیم که وقتی یه امپلیفایر دارم من یه دونه بکشم مثلا چند تا قطب داره، این دامنه گینشو دارم میکشم، اندازه گینشو با فرکانس میکشم، قطب اولش 20 دیبی برده کیت، قطب دوم 40 دیبی، قطب سوم 60 دیبی، قطب چهارم 80 دیبی، همجور تا پای فازش هم بکشیم. گفتم من فاز پایتخته ها چیکار میکنم؟ فرض میکنم قطبا بیشتر از 1 دکیت فاصله دارن که زودی بکشم. منهای 90، منهای 135، منهای 180، منهای 225، منهای 270، همینجور تا آخر. این زیر این 45 درجه، زیر قطب دوم 135، قطب سوم 225، همینجور تا آخر تا 4 تا داره میره 360 درجه مثلا این پایینا. میبینی اگر یه امپلیفایر، این امپلیفایر رو مثلا تو حلقه فیدبک واحد استفاده کنیم، یعنی بیشترین مقدار فیدبک رو به مدارم اعمال کنم، بیشترین مقدار فیدبک F1 هستش ها، 20 log 1 F میشه 0 dB. این خط چیه؟ خط گین بعد از اعمال فیدبک دیگه، 0 dB. این 20 log 1 F بعد از اعمال فیدبک گینم شده چی؟ 20 log 1 F. روی این خط که میام کجا لوپ گین 1 شده؟ این طول لوپ گین بود دیگه، اینجا 1 شده. میام پای میبینم اوضاع خیلی خرابه ها، اینجا فاز 180 درجه است، فیز مارجین هم چی؟ صفر هم نیستش، حتما ناپایداره. گفتیم پایدارش کنیم. برای پایدار کردن راه خوبی که گیر آوردیم اینه که قطب اول رو انقدر بیاریم پایین، همونجوری که اینو میاری پایین جایی که لوپ گین 1 میشه هم داره میاد پایین. قطب اول رو انقدر بیاریم پایین که مدارم چی بشه؟ یه فیس مارجین معقولی پیدا کنه. فرض کن میخوام فیس مارجینم باشه 60 درجه. اون وقت توی اون فرکانسی که لوپ گین 1 شده، لوپ گین 1 شده یعنی تلاقی اندازه A با 1 F. دیدیم این X دیگه، اینجا میشه 0 dB. جایی که لوپ گین 1 میشه میخوام چه اتفاقی بیفته؟ میخوام فاز لوپ گینم، جایی که لوپ گین 1 شده تو اون فرکانسی که لوپ گین 1 شده، فاز لوپ گینم بشه 180 درجه به اضافه 60 درجه که مارجین بهش دادم، میشه چی؟ میشه منهای 120 درجه. بعد گفتیم چی؟ اون جایی، حالا اینو من باید بیارم پایین دیگه، اون جایی که لوپ گین 1 میشه اتفاقی که افتاده اینه، قطب اولو که خیلی آوردم پایین، فاز قطب اول حتما اونجا رسیده به 90 درجه. پس اگر تو اون فرکانس جایی که لوپ گین 1 شده فازو تماشا کنم، حتما 90 درجهش سهم قطب اولم بوده، بس که قطب اولو آوردم پایین سهم قطب اول بوده. ما بقیش که میمونه 30 درجه این سهم بقیه قطب هاست. یعنی من دوست دارم جای لوپ گین 1 بشه که بجز قطب اول، قطب دوم، سوم، بقیه قطب بعد رو هم چقدر فازشون باشه؟ 30 درجه، منهای 30 درجه باشه. لذا میایم چیکار میکنیم؟ همیشه
میام میگم بیا فاز بقیه قطبا رو رسم کن، فاز بقیه قطبا رو، مثلا قطب دوم ها، قطب سوم ها، 135 این فاز بقیه قطبا. میبینی یه فاصله 90 درجه هم با این سیاه اصلیه داره، چرا؟ قطب اول ازش کم کردین دیگه، 90 درجه کم شده. حالا ببین این کجا 30 درجه میشه، کجا 30 درجه میشه؟ اصلا مهم نیست این قطبا با هم یه دیکیت فاصله دارن ندارن، ها میکشمش دیگه، بلدم دیگه قطب 2 3 4 ها. اینجا شد 30 درجه رو پیدا میکنم برای فیس مارجین نشسته، میام بالا میگم اینجا میخوام لوپ گینم یکش. چرا؟ اگر اینجا لوپ گین یکشه مطمئنم فاز امپلیفایرم 120 درجه است، برای اینکه بقیه قطبا که قراره از جاشون تکون بخورن، دوم سوم چهارم، قراره سر جاشون باشن. 30 درجه مال ایناست، قطب اولم که بردم پایین، حتما اینجاها که رسیدم فازش 90 درجه است، پس میشه فازم 120 درجه، فیس مارجینم 60 درجه. حالا ببینم، اولا مطمئنم این زیر قطب دومه، نه؟ این فرکانس کمتر از قطب دومه، چرا؟ نه دیگه چاخر نزن دیگه. چون زیر قطب دوم حد اقل فاز 45 درجه است. چرا میگم میسم حد اقل فاز 45؟ آفرین به شما. قطب سوم چهارم هم ممکنه فاصله شون یا دیکیت نباشه، دومشون فازو زیاد کنه، پس حتما این قبل از قطب دومه، یعنی پهنای باندم، پهنای باندم کمتر از قطب دومه. خیلی خوب، نه که پشت قطب دومم هستم، شیب منحنیم اینجا ها 20 دیبی بر دکید بیشتر نیست، چون یه قطب بیشتر ندارم که قطب اوله، پس 20 دیبی بر دکید میام عقب. هر جا که رسیدم، هر جا که رسیدم اینجا میشه محل جدیدی که قطب اول رو باید بگذاریم. یادتون باشه این منحنی لوگاریتمی ها، این فرکانس منفی نیست، همینجور دارم میرم عقب. این میشه محل جدید قطب اول، مثلا P1N اسمشو بذاریم محل جدید قطب جدید اول، یعنی این قطب رو از اینجا میارم میذارمش اینجا. در حقیقت میخوام خانم خلیلی چی باشه؟ امپلیفایرمو یه جوری بکنمش که وقتی مشخص فرکانسیشو میکشم اینجوری باشه، میاد ثابت 20 لاگ A صفر، اینجا 20 دیبی بر دکید میاد، میشه این قرمزه به جای این سیاه مشخصه فرکانسیم. حالا سوال تو بپرس. سوالم خودم طبعا میدونم چون امتحان داریم. خب بگو ما هم بدونیم. فیز مارجینمون 30 بود، اول یه دونه 40 دیبی میومد، بعد میرسید به این، بعد 20 دیبی. خب ببین، من هیچ وقت چنین امتحانی به شما نمیدم، چون خیلی بده این کار. ایشون میگه اگر مثلا من یه فیس مارجینی میخواستم 5 درجه، حال دلش خواسته دیگه چی کارش کنیم، صبح دلش خواسته 5 درجه دلش میخواد، 5 درجه که به در نمیخوره بچه ها. چرا؟ دیدین که جواب زمانیش تقریبا تا ابد رینگ میکنه دیگه، فیس مارجین خیلی لبه ناپایداریشه دیگه. حالا به حسب یه امتحان قلابی مثلا، یه امتحان بعد اگه بگیم بقا فیس مارجین 5 درجه، خب آره راست میگی، فیس مارجین رو 5 درجه بگیرم حتما چیه؟ این ور قطب دوم جا لوپ گین باید یک شه، اون وقت 20 لابا قطب دوم هم دست نمیزنم که، 40 دیبی بر دکید میام تا قطب دوم، از اون به بعد 20 دیبی. آفرین، خودت هم میدونی، اما خوبه اینم بدونی که من این کارو نمیکنم که این امپلیفایر نشد که ها فیس مارجین مثلا 5 درجه داشته باشه تا ابد رینگ میکنه، این دستش بزنی حالش به هم میخوره، فیس مارجینش خیلی کمه، رفتار فرکانسیش هم دیدی اون پیکه، جایی که لوپ گین یادتونه، جایی که لوپ گین یک میشد چی؟ یه پیک گنده ای درست میشد. حساب کردیم با هم؟ همه دنبال میکنن حرف منو، بدار نمیخواد بر صورت. حالا خیلی خوب، محل جدید قطب اولم رو به دست آوردم، پس قطب اول رو باید موف کنیم بیاریمش پایین. قبل از اینکه بررسی کنیم چجوری اینو بیاریم پایین، دو تا نکته من براتون بگم. حالا تازه از اینجا درسمون شروع میشه، تا اینجا رو که جلسه پیش من گفته بودم. نکته اول اینه که میبینید تو این روش هم خیلی اتفاق عالی نیفتاد، از روش قبلی که قطب اضافه کردیم بهتر بود، اما هنوز پهنای باند مدارم محدود به چیه؟ به قطب دوم مداره، که قطب دوم مدارم چیه؟ فرکانس پایینه. چرا؟ معمولا امپلیفایر اگر دو طبقه باشه، مثلا اگر دو طبقه باشه، بله آفرین، دو تا قطب فرکانس پایین حداقل توی چی دارم؟ خروجی های طبقات گینش دارم، انشالله حالا طبقه خروجیش دیگه قطب فرکانس پایین به هم نده، دو
دو تا قطب فرکانس پایین حداقل توی تقویت کنندم دارم، در نتیجه چون محدود به قطب دوم هستم پهنای باندم همچین خوب نیستش هنوز، الان حلش میکنیم، جای نگرانی نیستش. این یه نکته. نکته دو، نکته دو خوب نکته یه بچه ها، گوش بدین من براتون بگم. نکته دوم اینه که ببین این امپلیفایر رو من برای گین واحد یعنی بیشترین مقدار فیدبک پایدارش کردم. خیلی خوب، یعنی فهمیدم قطب رو بذارم اینجا، این برای بدترین وضعیت که فیدبک یکه هم پایداره. قبوله؟ حالا اگر اوضاع بهتر بود، من نمیخواستم این امپلیفایر رو با گین یک استفاده کنم، میخواستم با گین 10 استفاده کنم، این شکلی مثلا. چه میدونم نسبت این دوره رو بگی 10 میشه گینم 10 مثلا، با گین 10 میخواستم استفاده کنم، فیدبک هم معلوم کردم گینم 10 بود، یعنی 20 لاگ گینم این دفعه چی بود؟ مثلا بود 20 دی بی، 20 لاگ 10 میشه چی؟ 20 دی بی دیگه. نه یعنی چی؟ یعنی 20 لاگ 1 فهمم این سیاه این پایین نبود، این آبیه بود. قبوله؟ حالا اگر این امپلیفایر رو گوش نمیدی؟ گوش میدی؟ ببین این امپلیفایر رو من بیام قطب اولش رو بذارم اینجا، خیالم راحته که برای بدترین مقدار فیدبک هم پایداره، یعنی همیشه پایداره. خیلی خوب، برای فیدبک هایی پس. حالا بیام با گین 10 ازش استفاده کنم، اولا مطمئنم این حتما پایداره بچه ها. قبوله؟ چرا؟ چون اصلا جایی که لوپ گین 1 شده عقبتر از اینه، حتما فاز کمترم هستش، یعنی فیس مارجین بهتری هم میگیرم. نگاه کنید دیگه ببینیم این چجوریه، میخوام ببینم که برای این چجوری اوضاع میشه. همینجوری کسی روی این شکل میتونه بگه فیس مارجین این چقدره؟ چقدره بچه ها؟ چقدره؟ 88 درجه. نه یه زرم اینجا یه گوشه اینجا داره. در حقیقت چجوری فکر کردی؟ گفتی قطب اول که هنوز خیلی پایینه، اینجاها فاز برای قطب اول که 90 درجه است، بقیه چجوری هست؟ یه 2 درجه 3 درجه بقیه مثل این که دوم فازشون درست کرده، فازم شد 93 درجه جایی که لوپ گین 1 شده. از اون بهتر خوبه که اصلا فاز رو به طور کامل بکشم، اون وقت اینجوری میشه زیر قطب اول 45 درجه، ازش دور میشم 90 درجه میشه این آبیه. حالا میام تا کجا؟ زیر قطب دوم کجاست؟ اینجا از جاشم تکون نخورده، دوباره 135 هم اینجا همینجا اینجا اینجوری میشه دیگه. نه حالا اومدم یه خود زود پیچیدیم بذار شبیه هم میشیم، اومدم مثلا خوبه در حقا این فاز امپلیفایر هم درسته؟ میگم که فیس مارجین از اینجا تا 180 درجه هست، همون نزدیکای 90 درجه هستش. خب این پای داره، اما یه چیزی رو داریم از دست میدیم اگه گین 10 استفاده کنیم این شکلی. ببین من به فیس مارجین 60 درجه راضی بودم، نه این فیس مارجین چقدره؟ 90 درجه است. بی خودی میدونی هرچی فیس مارجینم بیشتر باشه پهنای باند نهاییم کمتره دیگه. درسته که پای داره اما فیس مارجینش زیادی زیاده، 90 درجه هستش. نتیجه چیه؟ پهنای باندم خیلی هم عالی نیست، این پهنای باند 3 دی بی میدونی اینجا. من میگم اگه میدونستم که فقط برای گین 10 به بالا از این امپلیفایر استفاده میکردی، گین 1 استفاده نمیکردی، اون وقت میامدم اصلا برای گین 10 کامپنسیتش میکردم. چجوری؟ میامدم میگفتم 20 لاگ 1 افوم این قرمزه رو دیگه برش دارم، میخوام حالا برای گین 10 اینو پایدار کنم، این آبیه رو پاکش کنیم، میخوام برای گین 10 اینو پایدار کنم، میگم این 20 لاگ 1 افوم. قبوله؟ جایی که فاز بقیه قطب شده 30 درجه ها، میخوام لوپ گین 1 شه، این اینجا 30 درجه است میام بالا دیگه، این رو سیاهه نمیخوام لوپ گین 1 شه، رو آبیه که 20 لاگ چیه 10 هستش میخوام 1 شه. حالا از اینجا 20 دیوی بردکید میرم آقا، ها حالا پهنای باندم چقدر شد؟ اینجا شد، این دفعه فیس مارجینم درست برای گین 10 60 درجه است، با این تفاوت که پهنای باندم چیه؟ خیلی بهتره. نه مثل قبلی
نیست. قبلی مثل اینکه از نظر فیس مارجین اوور دیزاینش کرده بودی، بی خودی فیس مارجینتو 90 گرفتی. طبیعیه که اینجوری پهنای باند بهتری میگیرن. اما یادت باشه این امپلیفایر رو که برای گین 10 کامپنسیت کردم، نمیشه دیگه با گین 1 ازش استفاده کرد. ممکنه چی بشه؟ ناپایدار شه، که تو این کیس شده اتفاقا. نه، گین 10 به بالا میشه از این استفاده کرد. همه دنبال میکنن؟ کسی سوالی نداره؟ فهم هضم کردید چی میگم؟ آقا به کلاس ها؟ آقای خیلی خوب، پس بریم جلو. حالا که دیگه اینم یاد گرفت، این خیلی نکته مهمی هستش. اینا رو پاک کنیم بریم جبه. خب بچه گوش بدین، من یه نکته دیگه کوچولو بگم بهتون، گوش بدین. ببینید، گوش بدین دیگه. اگر من یه آپمپ جنرال پرپوز برای همه منظوری طراحی میکنم، میخوام بسازمشو، عرضو پکیجش کنم و بفروشمش به مردم، مثل 741 که تو آزمایشگاهتون استفاده میکنی، این آپم جنرال پرپوز، همه منظوره است، هیچ خاصیت عالی نداره، اما تو همه کارها قابل، کارهای معمولی قابل استفاده میشه، یه چیزی مثل 741. این حتما باید برای چی بدترین حالت فیدبک گین 1 کامپنسیتش کنی، چون نمیدونم که یوزر با چه گینی میخواد اینو مصرف کنه، که ها اون کسی که این آی سی رو میکنه. میبینید 741 برای همه گیناش هم پایداره. بدیهیه وقتی برای گین 2 10 20 40 میکنید، جوابتون اپتیمام، مدارتون اپتیمام رفتار نمیکنه، میتونست پهنای باندش بهتر باشه. برای همینم هم قدیمه، حالا که دیگه کسی اصلا از این کارا نمیکنه، آپمپ دیسکریت هم دیگه خیلی استفاده ای نداره. شما همه دنیا رو این روزا میذاری روی چیپ، یه دونه چیپ داری، هم سلفونت، هم کامپیوترت، هم دفترچه یادداشتت، هم چه میدونم همه چی توی یه دونه چیپ، یا یک دو دونه چیپ، این اتفاق میفته دیگه. اما قدیما که آپمپ های جدا جدا میساختن، برد میساختن، دستگاه هاشون رو با این برد ها میساختن، میومدن میگفتن یه آپمپی مثل 741 رو کامپنسیشن داخلی داره، میگفتن اینترنالی کامپنسیدت شده، کامپنسیدت یعنی داخلش اومدیم چیکار کردیم، این قطب اولش رو بردیم فرکانس پایین رو پایدارش کردیم. منتها می اومدن میگفتن تو اپلیکیشن ها که پهنای باند برات مهمه خودت کامپنسیتش کن. من کامپنسیت نمی کنم، من قطب اولش رو جابجا نمی کنم. کامپنسیشنش چیه؟ اکسترنال باشه، اکسترنالی این کارو بکن، اکسترنالی باید با کامپنسیشن انجام بدی. ها یعنی چی؟ برای اون آپمپا دیگه که شماها استفاده نمی‌کنید، مال قدیما بود. اگه دیتا بوک‌های قدیمی پایین رو نگاه کنید اینو توش می‌بینید. اون وقت اون آپمپا رو می‌بینید که مجبور بودید بر حسب گینی که می‌خواید استفاده کنید، یه منحنی بهت می‌داد، می‌گفت گینی که می‌خواید چقدره، از روی اون منحنی یه خازن حساب می‌کردی، ها اون خازنه رو می‌اومدی وصل می‌کردی به این آپمپت، مثلا اینجوری. کار این خازنه چی بود؟ که قطب اولو بیاره اون جایی که شما میخوای بیاره. در نتیجه همیشه پهنای باند اپتیموم رو میگرفتی. این روزا که دیگه کسی آپمپ دیسکریت استفاده نمیکنه که اکسترنالی کامپنسیتش کنه یا اینترنالی. این چند تا آپمپی هم که تو بازار میخرین غالبا چیه؟ اینترنالی کامپنسیت شدن. بد نبود این چی، این اسم گذاری رو به گوشتون خورده باشه. ما که این روزا چیکار میکنیم؟ همه چی رو روی یه دونه چیپ میسازیم، همه دنیا رو، آپمپامون و بقیه چیزامون روی یه دونه چیپ میسازیم، همه کاراشو میکنیم، میسازیمش، فابریکیتش میکنیم، میذاریمش توی پکیج و میشه یه دونه آی سی که همه کارا رو تو دنیا برای من میکنه. خیلی خوب، چجوری قطب اول رو جابجا کنیم؟ حدس میزنیم توی یه دونه تقویت کننده مثلا دو طبقه که داری، این طبقه اول گین، این طبقه دوم گین، میام چیکار میکنم؟ قطب اولو که معمولاً که خوبم هست اینجوری باشه از خروجی طبقه اول میاد، چیکارش میکنم؟ میارمش فرکانس پایین. یعنی اگر این پیه که برای آوردن پایین شروع میکنم خازن زیاد کردن،
یه خازن CC، C کامپنسیشن، C برای کامپنسیشن، یه خازن اضافه میکنم. چقدر؟ به طوری که خازنه مقدارش اون اندازه‌ای باشه که P1 از اینجا بیاد به اینجا. هرچی خازنه بزرگتر کنی خب P1 میاد عقب‌تر دیگه، نه؟ برای این چی کار میکنی؟ بچه ها گوش بدین، برای این معمولا میای میگی خود اینجا از اول، خود این گره از اول قطبش توسط یه مقاومت R1 تو این گره، یه خازن C1 تو این گره درست شده، این میشه P1ت. P1 مساوی با 1 روی R1 C1. حالا این P1 رو شما میخوای ببریش به کجا؟ P1N، به جای جدیدش. میگی حالا یه خازن دیگه اینجا اضافه میکنم، C compensation، به طوری که R1 که همونه، مقاومتی که دست نخورده، C1 به اضافه C compensation هم بشه این. اینا رو که دارم، نه؟ RF-سیگمال امپلیفایر هم بوده، یه قطب اول رو به هم میداده. میگم CC رو حساب میکنم برای اینکه قطب اول از اینجا بیاد به اینجا. واضحه؟ حالا که واضحه، یه مثال نگاه کنیم. من یه مثال ساده براتون بکشم ببینید. مثال یه طبقه اول دیفرانسیل براتون میکشم، این طبقه اوله، گینه، یه گین حسابی زیادم ازش میگیرم، کسکودش هم کردم که رفتار فرکانسیش خوب باشه، قطب ورودیش خوب باشه، این کسکودم، این ولتاژ باید میخوام کسکود کردم که قطبای ورودی، قطب ورودی این فرکانس پایین نباشه، اثر میلر رو بچه ها ببینید، اثر میلر رو با کسکود کردن کم کردم توی گره ورودی. حالا یه اکتیو لود هم میذارم، اکتیو لود ساده بذاریم فعلا کارمون رو راه میندازه، که یه گین خوب از مدارم بگیرم. بعد میام چیکار میکنم؟ طبقه دوم گین رو بذارم. این طبقه اول گفتم فعلا سرانگشتی تا آخرهای ترم دلایلش رو یاد بگیرم. اینجور طراحی میکنم که طبقه اول گین رو معمولا تا زورم میرسه گینشو زیاد میگیرم. خیلی هم اصرار ندارم جریانش زیاد باشه. هیچ وقت من اصرار ندارم جریان زیاد باشه، مگر اینکه مجبور شم. من توان مصرفی برام خیلی مهمه، نه؟ دوست ندارم مدارم توان مصرف کنه. این میشه طبقه اول گین. طبقه دوم من کمک من بکنید بگذارم، من کاندیداهای مختلفو میذارم، شما بگین دوست دارین یا دوست ندارین. این چطوره؟ میخوام یه گین خوبی از مدارم بگیرم، یه اکتیو لود گردن کلوف میذارم که گینم خیلی زیاد شه. اینو دوست دارید بچه‌ها؟ چی؟ بافرش کنه. اینو دوست دارین؟ اینم بافر. آفرین. میگن این تو که میگن که گین طبقه اول هیچی ازش نمیمونه، تو ورودی این آرپای میبینم موازیشه با خروجی این میشه گین، میشه جی ام تقریبا آر پای دیگه، آر او اینا کاره ای نیستن، شانت شدن با آر پای اثرشون نمیره، گین کم میشه. شون میگه چیا کار کن؟ بافر کن. منم چشم، چون ایشون گفته براش بافر، یه بافر خیلی عالی میذارم اینجا. راضی این بچه چیه؟ آفرین. این لول شیفتر میخواد. من دوست ندارم لول شیفتر بذارم، چیکار کنم؟ آفرین. معلومه دیگه همتون مهندس های شدین که خوب بلد این طراحی کنه. میام چیکار میکنیم؟ اول بافرش میکنیم برای اینکه سطح DC مم درست در بیاد. همونجور که شماها گفتید یک کالکتور مشترک PMP میذارم اینجا، رو میام طبقه دوم من PMP میگیرم، با اکتیو لودم میگیرم. برای سادگی چیکار میکنم؟ یه منبع جریان میذارم، یعنی اکتیو لوده. یه طبقه خروجی هم داره دیگه، نمیکشم، ان شاء الله قطباش انقدر دورن که مهم نباشه برامون. این مدار رو نگاه کنید، دیگه چه کپی میکنید دیگه، فهمیدیم چی کشیدم دیگه، خودتون بکشین رو کاغذتون. طبقه دیفرانسیل با بار اکتیو، یه بافر پی ام پی و یه اینو که نکردیم. هر وقت بیا بعد از کلاس بهت بگم چی کار میکنیم. خب بچه نگاه کنید، من یه نکته خوبی بهتون بگم. ما ظرف یکی دو جلسه آینده این مطلب رو یاد میگیریم، یاد میگیریم که وقتی دارم طراحی میکنم
معمولا جریان طبقه دوم رو خیلی بیشتر از طبقه اول میگیرم. مثلا توی دنیای بایپولار بیشتر از 10 برابر میگیرم. مثلا اگه این طبقه اول جریانش هست 0.1 میلی آمپر، 10 برابرش میشه 1 میلی آمپر. معمولا جریان اینو بیشتر از 1 میلی آمپر میگیرم. نمیخواد بنویسید، اصلا اثباتش میکنم که این کار خوبیه که بکنیم یکی دو جلسه آینده، فعلا تو ذهنم بمونه. پس جریان این خیلی بیشتر از جریان اینه، نه؟ حالا این باعث یه اتفاق خوبی میشه، نه که جریان این خیلی بالاست. بچه ها من ادعا میکنم قطب اینجا، این قطب دوم، این قطب اول، قرار شد تو خروجی طبقات گین دوتا قطب فرکانس پایین هم باشه، نه؟ من ادعا میکنم این قطب به احتمال خیلی قوی عالی، ها؟ حالا دیگه این قطب اول پی یک اینجاست، پی دو اینجاست. کی میگه چرا من این ادعا رو کردم؟ آفرین، به همه آسونی. ایشون میگن که ببین اگه خازنای دو گره حدود هم باشه، حالا خیلی هم به نظر نمیاد با هم اختلاف زیادی داشته باشه، نه اثر میلر عجیب غریبی اینجا میبینیم، نه چون این بافر اینجا نشسته، ها سی میوش که صاف از اینجا به زمین، سی پایش هم که به یک به اضافه جی ام آر ایس شخصی میشه، خازناش خازنای تیپیکال معمولی هم، سی میوی اینه، سی میوی اینه، کالکتور سابستریت اینه، مال این هم همینجور کالکتور، این که پی ام پی کالکتور سابستریت نداره، سی میوش کالکتور سابستریت این منبع جریان است، ام پی ان دیگه، نه این همچین چیزایی حدود همه. اما مقاومتی که تو این گره میبینم نسبت به این گره خیلی کمتره، به عبارت دیگه مقاومت این گره خیلی بیشتره. چرا؟ چون جریان بایاس این طبقه خیلی کمتره، نه؟ آر او آش بزرگتره. لذا این اتفاق خوب اتوماتیک میفته که این قطب اول میشه این قطب دوم. حالا میبینید چرا میگم خوب، اینو دوست دارم من، غالبا این اتفاق میفته، این میشه قطب اول. خب میام چی؟ قطبای مدار رو به دست میارم، بودی دایگراممو میکشم، میفهمم که قطب اولو از پی یک باید ببرمش به پی یک ان. حالا نگاه کنید دیگه حساب کردنش که کاری نداره. ببینیم قطب اولو کیا ساختن. سی میوی این ساخته، سی میوی ایشون ساخته، قبوله؟ به زمین گفتیم، اینم سرانگشتی گفتیم، اینم سی میو میگیریم دیگه، به بقیه چیزاش نگاه نمیکنم. یادتونه؟ ها؟ یادته؟ بعد این که کالکتور سابستریت نداره، پی ام پی بیشتر وقتا تکنولوژیم یه جوری نداره، این کالکتور سابستریت داره، پس اینم خازنه کالکتور سابستریت. اگه شماره بذاریم این Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 بذار، اسم بذارم برای اینا، این خازن کالکتور سابستریت Q4، این خازن سی میوی 4، این سی میوی 6، اینا به زمین همه رو فرض کرده. دیگه چه خازنی باید چه دارم؟ سی میو 7، بله اینا هاش، از اینجا باز به زمینه دیگه. سی پای 7 رو چی کارش کنم؟ این به زمین نی، اثرش تو این گره به اندازه سی پای 7 تقسیم بر 1 به اضافه بگی. آفرین به شما، کیو 8، آفرین، آر پای 8. بچه من یه نکته بگم، حالا که اینقدر خوب عالی یاد گرفتیم، من یه نکته درجه دو هم بهتون بگم، اهمیتش یه لول پایین تره، اما توجه کنید. ببین اینجا که نگاه میکنی، به درستی شما ها گفتید آر پای 8، اگه مقاومت آر پای، مقاومت منبع جریان خیلی زیاد فرض کردی، میگی آر پای 8 میبینه، اما اینجا یه چیزای دیگه هم میبینی، سی پای 8 هم میبینی، سی میور هم میبینی. حالا چی؟ ضرب در چی بکنم توی امیتر؟ میگم فهمید این سوال منو؟ ها؟ ضرب در چی کنم؟ آر پایه یا آر پای موازی با یه مش خازنه؟ من میگم آر پایه. هر کی گفت چرا؟ با تقریب خوبی آر پایه، تقریب عالی آر پایه. آفرین، آفرین، حقیقتی که امروز هم بیسی تو امتحانت، آفرین به شما، خوب چیز یاد گرفتید. ایشون چی میگه؟ میگه اگه این قطب اندازه کافی دور باشه که هست، فرض خودت بود، گفتی این قطب اول، این قطب دوم فرکانس پایین، بقیه قطبا فرکانس بالا. اتفاقا با اینسپکشن هم جور میاد، اگه این قطب اول خیلی هم فرکانس پایینه، میخوام بیارمش پایین،
جایی که این قطب رو میخوام تماشا کنم بیس این زمینه، اون قطب دیگه ها خیلی ازش دور شدن. اینجا که زمینه چی میبینم؟ تو امیتر این چی میبینم؟ تو امیتر این وقتی بیس زمینه آر ام، نه آر ام که خیلی کوچیکه با یه مش خازن یه قطب فرکانس بالا میده. در نتیجه وقتی دارم این قطب رو حساب میکنم، قطبهای دیگه اثرش، خازنها دیگه اثرشون رو نشون ندادن دیگه، پس اونا رو میتونم آفرین به شما صرف نظر کنم. دنبال میکنید منو همه؟ ها دنبال کردید؟ فهمیدین چی گفتم؟ کی مشکل داره با حرف من؟ کجاشو مشکل داری بگو؟ ببین میگم این گره رو تماشا کنیم، اینجا یه قطب دارم دیگه، خیلی خوب میخوام ببینم این قطب کجاست با سرانگشتی. اول مقاومت تو این گره ها، از این ور که آر پای میبینم، از این ور چی میبینم؟ آر پای به بتای کیو هفت رو میبینم و احتمالا آر اس به بتا شد، اما من میگم آر اس به بتا ندارم چون اینجا قطب اوله، نه خیلی فرکانس پایینه، خیلی فرکانس پایین آوردمش پی یک ان، خیلی فرکانس پایین، مثلا یک هرتز قطب اوله. منم یه قطب فرکانس بالای مدار رو نگاه میکنم، وقتی دارم این قطب رو تو اون فرکانس چندین مگاهرتز نگاه میکنم، قطبی که تو یک هرتز بوده اتصال کوتاه کرده اون گره رو دیگه، پس این گره زمینه. در نتیجه فقط آر پای به بتا رو میبینم تو امیتر نگاه میکنم. قانع شدی؟ هنوز یه جور مخصوصی من نگاه میکنی؟ نه 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 دقت نکردی. میگم فرض کن میخوام این قطب رو حساب کنم، حرف من قبول داری؟ ها؟ یعنی چی؟ یعنی این قطب مقاومتش آر ام، ها وقتی که دارم قطب رو نگاه میکنم خیلی هم فرکانس بالاست، خواستم فقط اینو بگم این قطب فرکانس بالاست. حالا میخوام این قطب رو حساب کنم، قبوله؟ یادت باشه این قطب فرکانس بالاست. حالا میگم این تو وقتی این کیو 7 رو دارم مطالعه میکنم، این قطبش که خیلی فرکانس بالاست، یعنی خازنایی که تو امیتر اینا خودشونو فعلا نشون نمیده، پس تو امیتر این فقط آر پایو میبینه دیگه، سی پایو اینا اثرشون هنوز خودشو نشون نداده تو یک هرتزی که اینو میخوام اندازه اینو ایجادش کنم. فهمیدی؟ راضی شدی؟ پس همونجور که شما عالی گفتید، ها این میشه سی پای 7 یک به اضافه جی ام 7 آر پای 8. اگه خیلی میخواستید دقیق بگید لابد آر پای 8 موازی با مقاومت منبع جریانه که تو ذهنتون گفتید خیلی بزرگه ازش. خب خازنه ها رو که داره، یعنی قطب من هست پی یک، هست پی یک ان، میخوام اینجوری مینویسمش، هست یک روی یه مقاومتی. ببینیم مقاومت ها چی هست؟ آر اوی 6 موازیه با این ور چی بنویسم بچه ها؟ بگین من بنویسم اپاین بتا آر اوی 4 موازیه با دیگه چی میبینم؟ اینجا آر پای 8 دارم، بتا برابرش به اضافه آر پای 7، آفرین بشون آر پای 7 به اضافه بتا آر پای 8، این میشه مقاومت. خازنام سی میو 6 به اضافه سی میو این پایین 4 به اضافه خازن کالکتور سابستریت 4 این به اضافه سی میو 7 به اضافه سی پای 7 این اینقدر کوچیک میشه که قابل صرف نظره. سی پای 7 تقسیم بر 1 به اضافه جی ام 7 آر پای 8 به اضافه سی کامپنسیشن که دنبالش میگردم. این باید بشه پی یک ان. پی یک ان رو از توی بودی دایگرام حساب کردم دیگه، فهمیدم کجا میخوام باشه. حالا سی کامپنسیشنی حساب میکنم، همه اینا رو دارم، پی یک ان هم که بودی دایگرام به دست آوردم، سی کامپنسیشنی حساب میکنم که اینو راضی کنه دیگه، حساب میشه. این حالا گوش بدین، این سی کامپنسیشن معمولا مقدارش چقدره؟
میگی تو به من بگو معمولاً این قطبه کجا در میاد که من بهت بگم معمولاً سی کامپنسیشنه چقدره. تمرینایی که سه شنبه بهتون میدم همشون چیکار میکنه؟ تمرین میکنید که اینو حساب کنید. تو امپلیفایرهای تیپیکال که اینو حساب میکنید میبینید پی اکن در میاد 1 هرتز، 2 هرتز، 10 هرتز، 50 هرتز، این حدودا در میاد. یعنی قطبه رو باید حسابی قطبه اول رو بیاریش پایین تا امپلیفایرت کامپنسیت شه. توی 741 تون حالا یه خود ترممون کوتاه شده، سعی میکنیم برسیم حساب کنیم، این قطبه میاد حدود 5 هرتزی. تو 741 تون قطب پی اکن حدود 5 هرتزه برای اینکه پایدار باشه و همه چیش عالی باشه. لذا نکه این قطبه خیلی کوچیکه، غالبا این خازن کامپنسیشنی که باید اینجا اضافه کنی سی کامپنسیشن که مدار رو پایدار کنه بزرگ در میاد، مثلا حدود نانوفاراد در میاد. یادم تو 741 یکی دو نانوفاراد، 3 نانوفاراد، این حدودا نانوفاراد هستش، 10 نانوفاراد، این حدودا در میاد، بزرگه. میبینی همین که میگن نانوفاراد یعنی خیلی بزرگه. یه خازن خیلی بزرگی اینجا قرار میگیره، باعث میشه قطب اولم حسابی بیاد پایین. حالا تو این برای اینجا این آبیه میشه، قطب اولم حسابی بیاد پایین، امپلیفایرم عوضش پایدار شه. و آقایی که عقب کلاس آیه شماره 5 اینا، اینجا 5، چرا با تعجب من نگاه میکنی؟ خودت نوشتی پم. سوال تو بپرس. من اضافهش میکنم دیگه، این سی کامپنسیشن همه میذارم اینجا که قطبم از پی یک بیاد به محل پی یک انش. چون پی یک پی دو طرف های مورد پروژه نیستم، اصلا نگاه ببین فیدبک اصلا ببین این من یه طبقه خروجی، مثلا یه پوشپولی، یه کالکتور مشترکی، یه چیزی دارم که از اینجا فیدبک رو اعمال میکنم، مثلا میره به ورودی. خب اتفاقی که میفته اینه که این میتونه بالقوه گین طبقه دو رو کم کنه اگه من بد دیزاین کرده باشم. اما معمولا اگه این مقاومت که اینجا نشسته زردر بتاشه به اضافه آر پای اینم شه، تو این گره نباید این گره رو لود کنه، یعنی گین مدار تی تغییر نکنه. اگه توی یه کیس های به هر دلیلی مقاومت لود انقدر پایینه که ممکنه با یه بافر کافی نباشه، با این طبقه کافی نباشه، اونم میام دوتا میذارم، دوتا کالکتور میذارم. حالا بتا برابر هرچی که اینجا دارم به اضافه آرپای دوباره زر در بتا که گین هم دست نخوره. معمولا این کارو چی؟ ببین به هر صورت اگر شما مقاومت های فیدبکتون کوچیک باشن، وقتی مثلا میاری اینجا وصلش میکنی، مقاومت این گره تغییر میکنه، ممکنه چی؟ قطب این گره یک کمی بره فرکانس بالاتر. اما توجه داشته باش که اگر امپلیفایر قطبای فرکانس پایینش تو ورودیش باشن دردسر درست میکنن. من ترجیح میدم اینا رو جوری دیزاین کرده باشم که فرکانسشون بالا باشه، اینا چیه؟ اینا فرکانس پایینا باشن. اگرچه تو کیس های پیش میاد که قطب تو ورودیه، اما برای ماها که تازه کاریم یه خود زوده نگاه کردن به مسئلهش. من امپلیفایر تیپیکال دارم نگاه میکنم. جواب تو گرفتی؟ پس خازن کامپنسیشن هم رو حساب میکنم، میذارم تو امپلیفایر هم و همه چی دیگه خوب رو به راست. امپلیفایر هم پایدار شده برای فیدبکی که من میخوام و میتونم ازش استفاده کنم. یک اشکال مونده، شاید هم دو اشکال مونده. یکی اول اشکال دومو بگه، من اشکال اولو میگم. چی؟ این اشکال دوم نبود، این اولی بود. کدومو قرار شد شما ها بگین؟ دومی رو. خب بگو ببینم دومی رو بگو. امید میخواد بگه. آفرین. هر دو اشکالو گفتید با هم، من نمیدونم کدوم اول بود کدوم دوم. دو تا مشکل پیدا کردم. یکی اینکه یه امپلیفایر خیلی عالی رو تبدیلش کردم یه امپلیفایری، مثلا وقتی که این قرمز رو برای گین یک کامپنسیت کردیم این شد این قرمز، تبدیلش کردم به یه امپلیفایری با پهنای باند خیلی کم. چقدر کم؟ محدود به قطب دومم، اما پایدار. خب این یه اشکال، این خیلی بده دیگه، پهنای باندم خیلی کم شده. توی اپلیکیشن هایی که به خصوص میخوام پهنای واید بند باشن، پهنای باند زیاد باشه یا سرعت مدار بالا باشه، ها این قابل استفاده نیستش، این روش مشکل داره.
مشکل دوم هم که گفتیم دیگه، ما همه دنیا رو میخواییم بذاریم روی یه دونه چیپ، کامپوننت دیگه ای دور بیرون چیپ هم نمیخوام داشته باشم، در نتیجه خازن کامپنسیشن هم باید رو چیپ باشه دیگه، رو مدار مجتمع هم قرار بگیره. من رو مدار مجتمع خازن دهنن و فاراد نمیتونم بسازم، کار که نشد نداره تو دنیای پرکتیکال، دهنن و فاراد به درد نمیخوره، نمیشه قابل استفاده نی. چقدر قابل استفاده است؟ چند پیکو فاراد، خیلی دیگه اذیت هم کنی چند ده پیکو فاراد، اما نه چند ده ننو فاراد. خیلی خوب، چی کار کنم؟ راه حل معلومه، من یک امپلیفایر دارم اینجوری، طبقه اول گین یه گین زیادی دارم AV1، طبقه دوم گین AV2 گین زیادی دارم، اومدم یه خازن کامپنسیشن اینجا اضافه کردم که مقدارش بزرگه، مثلا هست 10 ننو فاراد، قبوله؟ اول بیام اشکال دوم رو حل کنیم، این 10 ننو فاراد رو چیپ نمیشه گذاشت، اما حتما میخوام تو این گره 10 ننو فاراد خازن ببینم. چیکار میکنم؟ اینو برش میدارم از اینجا، کجا میذارمش؟ نه دیگه، دو سر طبقه دو. حالا اینجا آقای میلر میگه چی؟ حالا خازن کامپنسیشن رو میذارم اینجا، یه مقداری داره. آقای میلر به من میگه چی؟ تو این گره چه خازنی داری؟ داری سی کامپنسیشن در یک به اضافه ای ویدو. حالا اگه ای ویدو گین طبقه دومت مثلا باشه 1000، مثلا حالا اینجا 10 ننو فاراد میخوای، اینجا چقدر میذاری؟ 10 ننو تقسیم بر 1000 میشه 10 پیکو. یه خازن 10 پیکو فارادی بذارم اینجا، زندگیم رو به راه میشه. یه 10 پیکو فاراد دو سر طبقه گینی که 1000 هست، اینجا به اندازه چقدر خودشو نشون میده؟ 10 ننو فاراد نشون میده. خیلی عالیه، حل شد. 10 پیکو رو به راحتی میتونم روی چپ بذارم. اینجا چیه؟ آقای میلر خیلی کمک ما کرد، پدیده میلر. برای همین هستش که به این نوع کامپنسیشن بعض وقتا میگن میلر کامپنسیشن. واقعا هم اینجوریه نه؟ میلر کامپنسیشن اتفاق افتاد، هنو حل نشده، فعلا دوم میشه حل کردیم، فعلا بذار دنیا رو بذاریم روی چپ. این اصل داستان ما مهندسای الکترونیکه، همه چی رو باید بذاریمش روی یه دونه چپ. فعلا این کارو بکنیم. این ویدیو حتما باید کامل میتر باشه دیگه، باید گین داشته باشه. اینکه چی باشه؟ نه نه، میتونم ثابت. ببین هر طبقه گینی رو به من بدی، من مدلش رو اینو به درستی میتونم اینجوری مدلش کنم، جی امش مقاومت خروجیش، مگه نه؟ این طبقه گینه دیگه، یه مقاومت ورودی داره جی ام رو. نه خب کامان میترم همین بود دیگه، این شکلی بود. تو با این مدار معادل من اثبات کردم قضیه میلر رو توی این گرهش. خب اینم هم به جاش همینو بذاری همون نتایجو میگیری، فرقی نمیکنه. الانم میکنه، فهمیدی چی میگم؟ چه هر چیزی رو که این شکلی باشه بتونی اینجوری مدل کنی همون نتیجه رو میگیری. گیر کامان بیس اینه که این خیلی کوچولوه، درسته خازنه بزرگی اینجا میاد، اما مقاومت هم کوچیک. به هر صورت این اصلا کامان بیس کامان امیتر نمیگی، هر موجودی که اینجوری بتونی مدل دو قطبی بکشی براش. خیلی خب، پس مشکل اول حل شد. حالا یه خبر خوب میخوام بهتون بدم، اصلا هیچ کس علاقه‌ای به خبر خوب من نداره، سرتون رو بلند کنین گوش بدین. خبر خوب اینه که این کارو که میکنم، خازن رو به صورت میلر کامپنسیشن اینجوری استفاده میکنم، میذارم دو سر طبقه دوم، یه اتفاق دیگه هم میفته، اتوماتیک این اتفاق میفته که اون شعبده بازی است که گفتم. اتفاقی که میفته اینه، این کارو که میکنم، ببین حتما تو این گره هم قطب باید تغییری کنه دیگه. حالا نکته جالب اینه که اینجا با اینکه خازن رو زیاد کردی، اتفاقی که میفته اینه که قطب دوم حسابی دور میشه با این روش، دور از انتظار هم نیه. یادتونه میلر کامپنسیشن و قطب دوم بالای اومگا تی در اومد و اینا، حالا ولش که الان اثبات میکنه. در حقیقت اتفاقی که میفته بچه ها اینه، تماشا کنید. اگه تو صفحه اس نگاه کنیم میبینم این قطب اول پی اک، این قطب دوم پی دو، قطبای دیگه همون هم خیلی فرکانس بالا اینجا هم. خب حالا من میخوام پی یک رو بیارمش به پی یک ان، به محل جدید بیارمش به فرکانس پایین که مدارم پایدار شه، قبوله؟ بشه این قرمزه. اگر فقط یه خازن بذارم اینجا این اتفاق میفته، پی یک میاد پی یک ان، قطب دوم هم سر جاشه، بقیه هم سر جاشونه.
اگر میلر کامپنسیشن انجام بدم، اتفاق جالبی که میفته اینه که این که میاد پایین، خازنو میذاری، پیدو میره بالا، میره بالا، میره خیلی فرکانس بالا، اتوماتیک. الان اثبات میکنم چه اتفاق عالی، به طوری که غالبا از قطب سوم هم مثلا جلو میزنه. این پیسه دوره دیگه، نه؟ الان اثبات میکنم اگر این اتفاق بیفته، عجب اتفاق جالبی افتاده. حالا اگر نگاه، بچه نگاه کنید، اگر این خازن رو بذاری اینجا، اتفاقی که افتاده اینه که قطب اول، قرمزه رو نگاه کنید، قطب اول رو دارم که اومدم پایین، قطب بعدیم چیه؟ پیسه است، نه دیگه این پیدوی که اینجا بود. یعنی مدارم اتوماتیک واید بند شده. حالا موقعی کامپنسیشن من میتونم این تصور کنم که من که میلر کامپنسیشن انجام میدم، پیدو نخواهد بود، پس محدود میشم به چی؟ قطب سوم، نه قطب دوم. حالا نکته جالب اینه قطب سوم دیگه قطب خروجی طبقه گینی که خیلی فرکانس پایین باشه، میتونه بالقوه چیه؟ قطب فرکانس بالا باشه. حالا امپلیفایر هم خیلی واید بنده های بهاری، اگه از اول حواسم باشه که پیدو رو در نظر نگیره. صفر رو ولش کن، فعلا بگو نیست. گفتم که صفر خیلی دوره، بالای امگا تیه، اصلا کاری به کار من نداره. اگه پایین بود باید در نظر بگیریش، ببینی چه شکلی میشه روت لوکاس. خب بچه نگاه کنید، پس اتفاقی که افتاد اینه، ببینید بچه، ببینید پی یک و پی دو وقتی میلر کامپنسیشن انجام میدم، پی یک میاد فرکانس پایین، پی دو میره فرکانس بالا، ها؟ از هم دور میشن. به این پدیده میگن پول، بذار با سیاه بنویسم که معلوم شه، میگن پول سپلیتینگ، 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 ها، پول سپلیت شدن از هم، حالا هر معنی که میده، پول سپلیت. به این پدیده خیلی خوب، خیلی دوستش داریم، میگن پول سپلیتینگ. یادتون باشه ما هی به این لغت همه رجوع میکنن که پول سپلیتینگ اتفاق میفته، یعنی یه قطب میاد فرکانس پایین، اون یکی قطب سپلیت میشه، دور میشه ازش، جدا میشه ازش، میره فرکانس بالا. به این پدیده میگن پول سپلیتینگ. حالا برگردیم به اینجا، اثر پول سپلیتینگ رو بودی دایگرام ببینیم. خب نگاه کنید بچه، نگاه کنید، همه من دیگه نگاه کنید، ببین، فرض کن من برای گین یک مدارم رو کامپنسیت کرد، میشه این قرمزه، اول ساعت کردیم، نه؟ فیس مارجین 60 درجه و همه چی رو بره. حالا من میدونم میخوام میلر کامپنسیشن انجام بدم، یعنی وقتی قطب یکم میارم به پی یک ان، میدونم پی دو هم میره دور، دیگه فازش اصلا فاز مدار منو خراب نمیکنه، لذا از اول پی دو رو در نظر نمیگیرم. یعنی وقتی میگم میخوام، اینجا بنویسیم، میخوام فیس مارجینم 60 درجه باشه، میگم میخوام اینو کامپنسیت کنم برای فیس مارجین 60 درجه، یعنی فاز لوپ گین، جایی که لوپ گین یک شده، میخوام باشه 180 درجه به اضافه 60 درجه 120 درجه. قطب اولی که آوردم پایین، جایی که لوپ گین یک شده، از این 120 درجه 90 درجه سهم قطب اول میمونه 30 درجه. این 30 درجه سهم کیه بچه؟ قطب سوم به بعده، آفرین به شما. دومه که رفته دور، فازشو نمیبینی، ها؟ این میشه قطب سوم به بعد. لذا حالا که میخوام کامپنسیشن انجام بدم، دیگه این قرمزه رو، این دیگه به در نمیخوره، پی یک انم هم اینجانی، میام با آبی میکنم. ببخشید،
ببینید این کارو میکنم، میام قطب فاز قطب سوم به بعد رو میکشم، این قطب سوم همه زیرش 45 درجه و بعد میام پایین، مثلا زیر این یکی هم اینجا، این میشه فاز سوم به. خب حالا جایی که این 30 درجه شده رو میرم جلو میام بالا، میشه حوالی قطب سوم، نه 20 بردکه در میرم اقام، توجه کن گوله این نخو، این پیدوه نیست، 20 بردکه میام اینجا میشه. حالا پیکه نمینه، نه اون قبلی، قطب اولمو میارم اینجا، پهنای باندم هم امگایون میشه این، نه حالا محدود به قطب سوم، حوالی قطب چی میشه؟ قطب سوم میشه پهنای باندم. خیلی عالیه، چون قطب سوم معمولا فرکانس بالا، خیلی فرکانس بالاتر پی یک پی دو. اون وقت گندش در میاد، به دردت نمیخوره. یعنی چی؟ اگه با این فرض رفتن حتما این اتفاق اگه نیفتنه امپلیفایرتو خوب تر نکردی، امپلیفایر به درد نمیخوره. اون وقت باید چی کار کنی؟ برگرد همون کارا رو بکن، در نظر بگیر که پی دو دور نمیشه، خب وقت محدود به پی دوی حل کن، منتها چه امپلیفایر بعدیه محدود به پی دو شدی. اون وقت باید در نظر بگیر، ببین کاری که میکنی اینه، نظر به این که شما اینشو یاد بگیرید، اولشو یاد نگرفته فکر میکنه یه کیس عجیب غریب، این موضوع این نیست، یاد بگیرید هر مطلب جدیدی رو که میبینید اول ساده نگاهش کنید، بعد ببینید چیه. تو هنوز اینو یاد نگرفتی، میگه یه اونجوری، حالا من اونجوریشو بهت بگم، اما درست نگاه نمیکنی موقع یادگیری، باید اول کیس ساده رو خوب هضم کنی، بعد بیای بگی پیچیدگی اگه داشت چه. اما شما که سادهشو بلد نیستی، پیچیدگیش به چه دردت میخوره من توضیح بدم؟ متوجه؟ اینو باید یک جلسه دیگه از من میپرسیدی، دو جلسه دیگه میپرسیدی، اون موقع میبینی نکی شما نمیدونی قطب کجا میره. من خلاصه بهت میگم، باید فرض کنی این دور میشه، مسئله رو حل کنی، میبینه ایداد بیداد فیس مارجینم به جای 60 درجه شده 30 درجه، ایتریشن انجام بدیم، ببریش یه خورده عقب‌تر، میتونستم معادله بنویسم اما این کارو نمیکنیم، بیا دوباره انجام بدی، بگی حالا این دور نشده، فرض کن این اینجاست، حالا همون جایی که بوده، دوباره انجام بدی، دوباره جای جدید حل کنی، تموش، با ایتریشن مسئله تو حل کنی به جای معادله نوشتن. اما شما الان نگران اون نباش، اصل داستانو یاد بگی فعلا. پس اینم فهمیدم. یه چیزی از قلم افتاد بچه ها، یه طلبی از من دارید، آفرین، این شعبد بازیه رو حالا ثابت کن که وقتی که قطب اول و با میلر کامپنسیشن قطب اول میاد پایین، نشونم بده که قطب دوم حسابی میره بالا، میخوام اینو ثابت کنم، ثابت کنیم ببینیم چه. هم بالا مسئله رو بکشم، مسئله مون این بود، ادعای منه، یه امپلیفایر دارم طبقه یک، اینم طبقه دوش، یه قطب اینجا دارم پی یک، یه قطب اینجا دارم پی دو، اگه معادلاشونو بکشم اینجوریه، تو این گره یه آر یک دارم، یه سی یک دارم، نه معادل هرچی که تو این گره بچه ها میبینم، نگاه کنید سر بالا، معادل هرچی که تو این گره میبینم، بیدید کل مقاومت رو حساب کردم با کل خازن به جز خازن کامپنسیشن، میشه آر یک سی یک که قطب اول رو میده، اینجا هم چی دارم؟ آر دو و سی دو رو دارم که قطب دوم رو میده، آر دو و سی دو، هر چی که تو گره این گره دارم، اینجا کل مقاومت با کل خازن مدل کردم. حالا میخوام چی؟ یه خازن کامپنسیشن بذارم اینجا نشونتون بدم، خازن کامپنسیشن، حالا سی بذارم دیگه، حساب سی نذارم، میخوام نشون بدم این قطبی که تو این گره دور میشه، در وهله اول قطب اینجا بوده، پی یک بوده، یک روی آر یک سی یک، پی دو هست، یک روی آر دو سی دو،
میخوام نشون بدم خازنه کامپنسیشن رو که میذارم پی دو دور میشه، پی یک نزدیک میشه، یعنی پول سپلیتینگ اتفاق میفته. اگر این پی یکه کجاست؟ روی یک روی آر یک سی یک. این پی دوه روی یک روی آر دو سی دوه. حالا این میاد فرکانس پایین، این میره فرکانس بالا. میخوام اینو نشون بدم. مدل کنیم، میگم این طبقه رو مدل میکنم با این گرهش. تو این گره دارم آر یک، آر یک مثلا سی یک، این طبقه رو مدل میکنم. طبقه گینه جی ام دو، طبقه دومه جی ام، طبقه دوم اینجا وی دو. وی دو چیه؟ ولتاژ این دو سره وی دو، بعد آر دو، بعد هم سی دو. این میشه گره خروجیم اینجاست. اسمشو بذاریم وی او. یه تحریک به مدارم وارد میشه، جریانی که از طبقه اول میاد به طبقه دوم که تقویت شه. آیه این، اینم خازنه کامپنسیشن هم. سی اسمشو میذارم، ساب سی نمیذارم که این ننویسم. چیه امید؟ چی اعتراض؟ با اعتراض داری به این آقای بهاری ما حرف میزنی؟ بگوی. خب من همین آفرین، آره ما همین همون جوابام حادث میشه. اون تو ما کامونیمیتر رو حل کردیم، این خازن رو تو خروجیش نذاشته بودم. حالا میذارم دوباره کیبل کیسیل مینویسم. هم راضی شدی؟ همون همین حرف رو میگاه مخواستی بگی دیگه. تقریبا جوابا شبیه همون میشه. کپی نکنین دیگه. به قول ایشون یه کامونیمیتر کشیدم. ها؟ یه خازن تو ورودیش، یه خازن تو خروجیش. این میشه مداره. میخوام KVL KCL بنویسم. کاری نداره. قبل از نوشتن یه خوب بررسیش کنیم. نگاه کنید. مدارم چند تا قطب داره؟ یک، دو، سه. سه تا خازن دارم. یه دونم لوپ خازنی دارم. میشه دو تا قطب دارم. چند تا صفر دارم؟ طبیعیه. یه دونه صفر دارم. مثل به قول تو کامونیمیتر. نه. گین مدار تو فرکانس پایین چقدره؟ همین خازنه رو باز کنی میبینی آیه این ضرب در آر یک میشه، ولتاژ اینجا میشه آی ضرب در آر یک، به جی ام دو ضرب میشه میشه ولتاژ اینجا، به آر دو ضرب میشه میشه ولتاژ اینجا. گین مدارت نه بلدی دیگه. حالا گفتیم برای اینکه کی وی ال کی سی ال بنویسیم اول استراتژیمون رو تعیین کنیم. دو تا مجهول دارم، یکی وی او که دنبالش میگردم، یکی وی دو که ولتاژ اینجاست. نه جی ام دو وی دو قبوله؟ میگم یه KCL اینجا بنویسم بر حسب وی دو میشه این جریان، این جریان، این جریان وی دو و وی او و آیه این. یه KCL هم اینجا بنویسم باز وی دو و وی او، دو معادله دو مجهول حل میکنم. راضی؟ پس همه چی معلوم شد. بکنیم ببینیم چیه. KCL تو گره ورودی مینویسم. KCL تو گره ورودی، تو گره یک مثلا بذاریم اینه اسمشو، گره یک میشود آیه این مساویه با وی یک به آر یک این جریان، بعد این جریان سی یک میشه به اضافه وی یک سی یک اس، به اضافه این جریان میشه وی یک منهای وی او سی اس. این یک کیسی ها دیگر رو دست من ننویستو که خود بنویستو یک کیسی تو گره یک. KCL تو گره دو تو گره خروجی رم اسمشو بذاریم گره دو. KCL تو گره دو رم بنویسم همین شکلی میشه. KCL تو گره دو میشود از اینجا شروع کنیم وی او جریان خازن سی دو، وی او سی دو اس این جریان به اضافه وی او تقسیم بر آر دو میشه این جریان، به اضافه جی ام دو وی دو این جریان، به اضافه این جریان وی او منهای وی دو. اسمش چی گوشیم اینجا رو؟ وی یک. وی او خرابکاری کردی. اسمش چیه؟ اینو بذاریم وی یک، خیالمون راحت شد. پس این میشه جی ام دو وی یک، چون اسم این گره رو من گذاشتیم. آره دیگه، گره یک ولتاژش هم وی یک میشه جی ام دو وی دو به اضافه وی او منهای وی یک، وی او منهای وی یک سی اس مساوی با صفر. خوبه؟
کافیه V1 رو از یکی حساب کنم، این ولتاژ رو از یکی حساب کنم بذارم تو اون یکی که VO حساب شه، ترانسفر فانکشن در میاد، قطب صفران در میاد. بیا از این پایینی مثلا V1 رو حساب کنیم، از اینجا V1 میشود، V1 رو ببریم اون ور میشه VO ضرب ده، از این میمونه C2S، از این میمونه 1/R2، از این هم میمونه CS. اینا V1 رو که ببرم اون ور میشه CS مال این ها؟ یه دونم اینجا دارم منهای GM2. خوبه؟ چیزی که نمون میذارمش تو بالایی، به خودتون به دست بیارین دیگه. چرا دست من کپی میکنی؟ ده نه دختر بنویس، بعد نگاه کن ببین درست نوشتی یا نه. من اصلا سب میکنم شما خودتون بنویسی. چی؟ نه 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 تول فیدبک بلدی هست ای بد بگم گرفتار میشه. همیشه میشه این کار رو کرد، اما برای چی لقمه رو درست سرت بچرخون؟ خوبه بذاریمش تو بالایی، این رو میذارم تو کیسیل بالایی، از اینجا آیه این میشود هرچی وی او دارم و جدا بنویسم میشه منهای این رو دارم فقط، منهای وی او سی اس به اضافه وی یک ضرب دارم 1/R1 به اضافه سی یک اس به اضافه سی اس ضرب دارم وی یک که این باشه، روی یکم هم هست ترتمیزم بنویسم میشه 1/R2 به اضافه C2S به اضافه CS صورتمه، مخرجم CS منهای GM2 ضرب در چی؟ VO. راضی؟ دیگه هممون که ضرب تقسیم بلده، کپی نکن رو دستمون، ضرب تقسیم که بلدیم، وی او به آی این رو حساب کنیم دیگه، حفظی حساب کنیم، با اینو سرتش هم بکنم مخرج مشترک بگیرم، مواظب باشید من خرابکاری نکنم. وی او به آی این می شود این که تو صورت میاد، نه مخرج مشترک رو از این گرفتم دیگه، سی اس منهای جی ام دو، این مال صورت. حالا مخرج از اینجا آفرین، منهای سی اس ضرب در CS منهای GM2 این مال این تیک به اضافه 1/R1 به اضافه C1S به اضافه CS 1/R2 C2S به اضافه CS. درسته؟ اشتباه نکردم؟ خیلی خوب بچه اینو تماشا میکنید تو این مقطع نگاه کنید، یه چیزی اذیتتون نمی‌کنه اینو نگاه می‌کنی؟ چی؟ کدوم منفی است؟ من این منفی اذیتت می‌کنه میسن؟ نه، این میسن با این منفی راحته. با این چی؟ خیلی ناراحته. میگه اگه منفی بمونه اینجا چه اتفاقی می‌افته؟ قطب نه، قطب سمت راست درست میشه. پس یادم باشه. ها حساسم باشه، حواسم به این منهای باشه. بعد این حذف شه میرم پایین. چی؟ خب صرف سمت راست چه عیبی داره؟ بیچاره ایرام خوبه هیچی نه دیگه، صرف سمت راست قبلا هم داشتیم هیچ هم ناراحت نبودیم، خیلی دوستش نداریم چون فازش با فاز مثل فاز قطبه، فاز فیس مارجین هم رو خراب میکنه، اما باعث ناپایداری و اتفاق بدی نمیفته. این منهای باعث ناپایداری گرفتاری داره، این قطب سمت راسته، صفر سمت راست عیبی نداره. خیلی خب اینو جمع جورش کنیم، مخرج مشترک بگیریم از این کارا، وی او به آی این مساوی میشه با سی اس منهای جی ام دو، حالا اینا رو ضرب کنیم ببینیم ان شاء الله بره که شما ناراحت نباشید دیگه، میشه منهای سی اس به قوه دو مال این به اضافه جی ام دو سی اس مال این به اضافه
همینجوری ضرب کنیم دیگه، یک روی آر یک به اضافه این میشه یک روی آر یک آر دو به اضافه یک رو آر یک ضرب در این میشود سی دوی به اضافه سی اس این ضرب در این به اضافه یک روی آر دو ضرب در اینا به اضافه یک رو آر دو. شما ضرب کنیم ببینیم من خرابکاری نکرده باشم. سی یک به اضافه سی اس این تا کجا شد؟ تا این. به اضافه اینا ضرب در این میشه به اضافه سی یک به اضافه سی ضرب در سی دو اس به قوه دو این دوتا ضرب در این به اضافه سی یک به اضافه سی سی اس به قوه دو باز این میشه. راضی؟ خب حالا معلومه ناراحتی میثم هم از بین رفت. چرا؟ چجوری؟ این منهای سی ببین باید حتما این اتفاقه می افتاده وگرنه گرفتار می شدیم. منهایی که تو مخرج دارم سی اس به قوه دو با این میره ها؟ این هم سی اس به قوه دو به اضافه است این میره. حال بقیه شو دیگه مرتب منظم کنیم. تا من تختم پاک میکنم شما خودتون بنویسین دیگه. وی او به آی این می شود صورت دارن سی اس منهای جی ام دو مخرج. بیایم دیگه مرتب کنیم بنویسیم دیگه. موافقین؟ من خودم همیشه این کارو میکنم. شروع میکنم ضریب اس دو رو نوشتم. ضریب اس دو می شود سی یک سی دو سی یک سی سی دو سی میشه هم به دو تا خازن با هم ضرب میشن سی یک سی دو سی یک سی سی دو سی این ضریب اس دو میشه به اضافه اس. ببینیم چی داریم از آسوناش شروع کنیم دیگه. این اس دو ها که رفت همه رفت از آسوناش شروع کنیم. یک روی آر دو سی یک سی یک روی آر دو سی یک به اضافه سی این یکیش. یک روی آر یک سی دو سی یک روی آر یک سی دوی به اضافه سی این هم ماله کل این رفت این مون جی ام دو سی اس یه آشناس نه؟ اثر میلره الان میبینید جی ام دو سی الان میبینید چجوری اصلی میره به اضافه چی؟ آر یک این شد تابه. بیایم این به آر یک آر دو هم ضربش کنیم که قشنگ شه یک رو آر یک آر دو نداشته باشیم. از اینجا وی او به آی این میشود آر یک آر دو سی اس منهای جی ام دو مخرج میشود اس دو آر یک آر دو زد در این خازن ها سی یک سی دو سی یک سی سی دو سی به اضافه اس ضرب در الان میبینید من چرا اینجوری مینویسم آر یک اینجا دارم آر دو رو میبرم تو میشود سی یک به اضافه سی به از خراب کردم نه دیگه به آر دو ضرب کردم به اضافه جی ام دو آر دو سی به اضافه آر دو به آر یک سی دو به اضافه سی آره درسته به اضافه چی؟ یک این میشه تابه فعلا تابه انتقالم رو در آورد. بچه ها گوش بدین من وقتی یه تابع انتقال دست به دست میارم چند تا کارو چک میکنم. یکی این که مخرجم ضریب منفی نداشته باشه ناپایدار نباشه. یکی دیمانسیونام درست باشه. مثلا ببین جنس اینور مقاومته ببینیم اینورم باید همون جنس رو داشته باشه. این چیه جنسش؟ دوتا مقاومته این ادمیتنسه
این کاندکتنسه، درسته دیگه. اولا این دوتا با هم جمع و تفریق میتونن بشن، حالا کاندکتنس ضرب در دوتا مقاومت میشه یه مقاومت، پس مخرج نباید جنس داشته باشه چون این ور مقاومته. ببینیم این چیه، فرکانس به قوه دوه، این تایم کانستنت به قوه دوه، دوتا آر دارم دوتا سی دارم دیگه، درست میش جنس نداره. این هست فرکانس، این هم هست یه خازن، این جنسش خازنه. ببین خازن، خازن جی ام آر که جنس نداره، خازن آر به آر جنس نداره، خازن این خازنه، این مقاومته میشه تایم کانستنت ضرب در فرکانس، جنس نداره، اینم که نداره. پس دیمانسیونمون هم درسته. تست بعدیمون اس رو صفر میذارم، گین فرکانس پایین از حفظ میتونم بگم. بذارید میبینید درسته. گین فرکانس پایین الان گفتم دیگه. بذارید میبینید درست در میاد. اس رو صفر بذارید، صورت میشه منهای جی ام دو آر یک آر دو، اینورتینگ امپلیفایر دیگه، منها رو دارم. این دو تا هم صفر میشه، مخرجم که یک میمونه ازش. ببینید درست در میاد. این از این. حالا قطب و صفرا رو ببینیم چی. اول ببینیم شعبده بازیمون اتفاق افتاده یا نه، قطب اول و دوم سپلیت شدن. بریم اول، میگم اگر فاصله قطب زیاد باشن میتونستم از چی استفاده کنم؟ از این تقریبه استفاده کنم که یه مدار دارم S به P1 به اضافه 1 یه قطبش باشه، قطب دومش هم P2 باشه که این میشود S2 1 روی P1 P2. داشتیم اینا دیگه، S 1 روی P1 یک روی پیدو ضرب کردم به اضافه یک. اگر پیدو خیلی دور باشه، یعنی خیلی بزرگتر از پی یک باشه، اون وقت اینو میتونم تقریب بزنم یک روی پی یک، یعنی ضریب ترم اس چیه؟ عکس قطب اوله. فرض کنیم اینجوره، به دست میاریم ببینیم اگه شده بود که فرضم درسته، اگه نه خب وقت گرفتاریم. پس بیان چیکار کنیم؟ میگیم اگه این شرط راضی باشه، یعنی دو تا قطب با هم فاصله شون زیاد باشه، این ضریب تقریبا قطب اوله، لذا قطب اول یک روی پی یک عکسش هست، این ضریبه آر یک ضرب در. نگاه کنین ببینین چی دارم، سی یک به اضافه سی در یک به اضافه جی ام دو آر دو به اضافه این آر دو به آر یک سی دوی به اضافه سی. خب بچه این چی میگه بهتون؟ میگه قضیه میلر رو داری، میگه این تیکر رو فعلا نگاش نکن، میگه قطب، میگه قطب ورودید وقتی سی کامپنسیشن رو میذاری هست همون سی یک قبلی که با آر یک مقاومتش، ببینید مقاومت هم که آر یک تایم کانستنت شو دارم مینویسم دیگه، آر یک خازنش هست سی یک کش سی یک به اضافه سی در چی؟ یک به اضافه جی ام دو آر دو. جی ام دو آر دو چیه؟ گین از اینجا تا اینجاست، گینه فرکانس پایین همه دیگه، جی ام دو آر جی ام آر سی کامونه میتره، جی ام دو آر دوه. یعنی چی؟ این تیکش که اصلا خازن این خازن ورودیمه، اینم خازن میلرمه، اینم همون تیکیست که تو میلرم ازش صرف نظر میکردیم، حالا اینجا دقیق در اومده. خیلی هم نگرانش نیستم. دیدین که آر یک خیلی بزرگتر از آر دو بود، یادتونه؟ چون جریان طبقه اول رو کم گرفته بودن. این خیلی هم خطایی درست نمیکنه. بکنم خب در نظر میگیرمش. آنچه که مهمه اینه که این قطبه همون چیزیست که میلره پیشبینیش میکنه حدودا، نه؟ پس این یکی، یعنی قطب اولم واقعا میاد فرکانس پایین به دلیل گذاشتن چی؟ گذاشتن سی. تا اینجا واضحه؟ اینکه میلر کامپنسیشن هم بود قطب اول. حالا قطب دوم رو ببینیم چیه. قطب دوم از اینجا به دست میاد، ضریب اس به قوه دو هست چی؟ یک روی پی یک پی دو، یک روی پی یک پی دو هست ایشون آر یک آر دو سی یک سی دو سی یک سی سی دو سی. خوبه؟ حالا پی دو رو میخوام به دست بیاره. بیایم قطب اول رو جمع جور کنیم که بذاریمش این تو. گفتم اگه آر دو از آر یک کوچیکتر باشه که هست، دیدید جریان ها رو مثلا نسبت 10 برابر 20 برابر اینا میگیری، از این صرف نظر کنم یک روی پی یک باید یه دقت نسبتا خوبی میشود، دقت خوبی میشود سی یک در سی
از یکم در مقابل جی ام آر دو صرف نظر میکنم. جی ام دو آر دو چیه بچه ها؟ گین طبقه دومه، جی ام طبقه دوه، ضرب مقاومت خروجیشه، پس میشه سی جی ام دو آر دو. دارم تقریب میزنم. خب این خازنم که خیلی بزرگتر از اینه، این سی یک خازنی بود که اول داشتم، اون چند پیکو فاراد، چند دهم پیکو فاراد. اون یکی تیکش هست سی ضرب در جی ام دو آر دو، همون چند ننو فارادی که باید درست کنم. یعنی با دقت خوبی میتونم بگم این هست سی جی ام دو آر دو آر یک. راضی؟ در حقیقت اگه بخوام قشنگ بنویسمش واقعش این بود آر یک ضرب در یه خازنی که مقدارش هست جی ام دو آر دو سی. نه این خازن است. حالا من دنبال هم نوشتمش. حالا پی دو رو حساب میکنم. از اینجا پی دو میشود یک روی پی یک تقسیم بر ایشون آر یک آر دو سی یک سی دو سی یک سی سی دو سی. بذاریم جاش، به جای یک روی پی یک اینو بذارم. از اینجام پی دو می شود به جای یک پی یک میذارم چی؟ جی ام دو آر یک آر دو سی. این شد یک رو پی یک. این تقسیم بر آر یک آر دو سی یک سی دو به اضافه سی یک سی سی دو سی. این هم میشه قطب دومه. باید نشون بدم که چه اتفاقی افتاده. این قطب دوم سپلیت شده، حسابی فرکانس بالاست. میخوام اینو نشون بدم که این حسابی رفته فرکانس بالا، این یه چیز فرکانس بالاست. میخوام اینو نشونش بدم. آر یک آر دوش که همینجا میره، در نتیجه این فعلا شد جی ام دو سی تقسیم بر سی یک سی دو سی یک سی سی دو سی. قبوله؟ این فعلا پی دوه. همین بسه که به اون ادعای منو نشون بده. کی میبینش؟ آفرین. اینجوری من خودم دوست دارم اینجوری نگاه کنم، همینجور که ایشون میگم یه ببین یه قطبی دارم که یه تایم کانستنت داره، مقاومتش چیه؟ یک رو جی ام دو، یعنی آر ام به قول ایشون طبقه دوممه، جی ام طبقه دو که بزرگه، نه که گین میخوام بگیرم دیگه، جریانش هم زیاده، جی امش بزرگه. مقاومتش چقدر؟ چند اوهمه؟ با یه خازنی، ببین اگه صورت و مخرج رو به خازنم تقسیم کنم، به سی تقسیم کنم خازنه در میاد، یه خازنی میشه که اونم خیلی بزرگ نیستش. یه مقاومت چند اوهمی با یه خازن چند پیکو فارادی، حتما قطب دوریه. حالا یه خوب بهتر نشونش بدم. فعلا قضیه ثابت شده، اما بذار یه خود ببریم جلو فرم قشنگتری برای اون بنویسیم. یعنی چی؟ پی دو شد، پی دو شد جی ام طبقه دوم ضرب در سی. میبینید که تقسیم و حاصل ضرب اینا سی یک سی دو سی سی یک سی سی دو. بچه ها ببینید، میخوام یه تقریبی بزنم حدود این قطبه دستم بیاد که معمولا حفظم میشم اون نتیجه رو. این تقریبی که میزنم اینجوریه، این سی خیلی بزرگتر از سی یکه. خازنه کامپنسیشن مثلا تو 741 آپامپ که تو آزمایشگاه استفاده میکنید، اینی که اینجا میزنم حدود سی پیکو فاراده، سی پیکو فاراده. سی یک کل خازنه است که تو گره خروجی میبینیم، مثلا چند پیکو فاراده؟ دو سه پیکو فاراده، حداقل ده برابر بزرگتره. یعنی سی از سی یک خیلی غالبا بزرگتره. ها ببین این کافیه ها، همین جوابمه، اما برای اینکه یه فرم قشنگتری بذارم میخوام یه خود تقریب بزنم. اگه میشد اون تقریبا بزنیم، یعنی اگر سی خیلی بزرگتر از سی یک باشه، اون وقت میتونم چی؟ سی یک سی دو دارم، اینجا چی دارم؟ مثلا سی سی دو. از این در مقابل این صرف نظر کنم، چون ضریب سی دو اینجا سیه، ضریب سی دو اینجا سی یکه. نه
اگه میشد اینو صرف نظر از کدوم صرف نظر کردن؟ از این. غالبا میتونه غالبا سی یک از سی دو هم کوچیکتره. میدونین چرا؟ سی دو ممکنه لود خازنه لود اینجا آویزون باشه، چیزای دیگه باشه. اگر بود ببین فعلا این میشه پی دو هست جی ام دو تقسیم بر چی؟ سی. سی ها میرن دیگه، این سی با این دوتا میره، سی یک به اضافه سی دو جی ام طبقه دومه با خازن این گره به اضافه خازن این گره چند پیکو فاراده. این کاملا نشون میده پی دو قطب فرکانس خیلی بالایی ها. اگر باز اگر میتونیم سادش هم بکنیم، اگر خازنای گره خروجی خیلی بیشتر از گره ورودی باشه باز ساده تر هم میشه، اون وقت پی دو این اون چیزیست که غالبا جماعت حفظن، پی دو تقریبا هست جی ام دو به سی دو. اینجا تقریبا. حالا میگه آقا من یه کیس دارم که سی یک و سی دوش حدود همه، میگم از این استفاده کن. باز اینم همون حرفو داره میزنه، میگی نه سیش هم خیلی بزرگتر از سی یک، نمیگم از این استفاده کن. باز اینم داره همون حرفو میزنه، این حفظم میمونه، این همیشه حفظم من بهش. میدونم قطب دوم سپلیت میشه میره به حوالی جی ام دو به سی، خیلی بالاست. نه حدس میزنید دیگه چند پیکو فاراده با چند اوه جی ام دو هست چند ده میلی مو معمولا نیست چند. پس حرفم راست بود. میبینی که سوال داری؟ سب میبینی که اتفاقی که افتاد اینه، وقتی خازن سی رو گذاشتیم پی یک اومد پایین، طبق قضیه میلر اومد پایین، پی دو رفت به کجا؟ به حوالی جی ام دو به چی؟ جی ام دو به سی دو به این سپلیت شد. ایشون میگن اول بذار من از آخر سوالش بگم، میگه آقا من یه کیسی دارم سی یک بزرگتر از سیه، خب باش بذار این تو همین جوابت ایبی داره؟ این فرمول داره میگه چه سی یک بزرگتر باشه چه کوچکتر، این فرمول که درسته. میگه این من قطب خیلی فرکانس بالایی هم، چون چی؟ مقاومتم یک روی جی ام دوه، آر ام دوه که مقاومت کوچیکیه، پس من قطب فرکانس بالا. این یه نکته. آیا غالبا نکته دوم سوالت، آیا غالبا سی یک کوچکتر از سی هست؟ آره تیپیکال تو مدارهای تیپیکال غالبا اینجور هم، مثلا تو 741 این سی پیکو فاراده. چرا؟ چون خازنی که تو این گره میخوای حدود 10 نانو فاراد میخوای که قطبت بیاد تو 5 هرتز، ها 10 نانو فاراد گین طبقه دوم 741 حدود 300 میشه سی پیکو فاراد میاد اینجا. خیلی خوب، سی یک چقدره؟ دو سه پیکو فاراده، سه چهار پیکو فاراده، این حدود هست ها؟ در نتیجه حرف غالبا این اتفاق میفته، اما اصراری نیست بیفته. اگه بیفته خب فرمولم خوشگل تره، دعوا سر خوشگلیه فقط نه سادگیه، اگه نه همین خوبته. نمیتونم اینو پول اسپلیتینگو میتونم اما به در نمیخوره، نمیتونم. زوده، خیلی زوده نگاش کن، پیچیده میشه قضیه. نه خب من که فرمول نوشتم دیگه، این جور یادم میمونه. وقتی یه همچین ساختاری دارم، یه طبقه امپلیفایر ها، این لوپ خازنی رو دارم، پول اسپلیتینگ اتفاق میفته. چطوره؟ این یادم میمونه دیگه. چی دیگه وقت نداریم؟ نمیخواد سوالش از ایشون بپرس، سرش رو تکون داد یعنی فهمیدم. از ایشون عصری ساعت 6 میبینمتون بچه‌ها، برق 1 و 2 تا از ساعت 6.